طبق اطلاعی ترکمن نیوز از آخری ماه اپریل در مغازه های دولتی در شهری بالکان آبادی ترکمنستان محصولات ها به طور قطعی با کارت ها فروخته می شوند. نشریه چگونه این سیستم کار می کند نقل می کند. صاحب خانه یا منزل با شناسنامه و دفتر منزل که در آنجا نام های اعضایان آیله ثبت شده است به خانه اداره کارهای محلی می رود. کارمند محلی درستی حجت ها را تفتیش کرده ورقی را در داخل دفترچه می گذارد که در آن معلومات های شخصی، سراغه و شماره شخصانی قید شده اینچنین رقمی مغازهی که به آیله تعیین کرده شده است می گذارد. کارتی محصولات در طول 6 ماه اعتبار دارد. پس از ادای مهلت کارت آن را باید نو کرد. به یک مغازه دولتی اهالی 3-4 محله بالکان آباد با قید درآورده شده است. سیستم کارتی با مقصد صرفه‌کاری محصولات های با نرخ دولتی فروخته شونده جاری کرده شده است. وابسته از شماره اعضای آیله که در یک خانه زندگی میکنند، معیار معین تامینات محصولات کمیاب جاری می شود. اگر آیله از 1-4 نفر باشد، پس معیار عمومی ماهانه یک آیله از 0.5 کیلو برنج، آرد، گوشت مرغ و 0.5 لیتر روغن پخته عبارت است. اگر آیله از 4-8 نفر باشد، پس معیار محصولات ها 1 کیلو گذاشته می شود. آیله هایی که 9 نفر و بیشتر از آن می باشند، معیار محصولات به 1.5 کیلوگرم برابر می شود. می نویسد نشریه. یادرس میکنیم که نارسایی محصولات اساسی غذایی در ترکمنستان از سال 2017 اینجانب احساس کرده می شود. برای برآمدن از وضعیت مذکور مقامات هنگامی فروش مال در مغازه های دولتی از محدود کردن مقدار مال ها از یک طرف تا فروش آرد به طور قطعی موافق شناسنامه ها چاره های محدود کننده اندیشیده بود. ولی چی طوری که ما میبینیم همه این تدبیرها نتیجه های مثبت نآورد. همزمان رژیم مبلغ های زیاده را برای لایحه ها و چارابینی های گوناگونی وقت خوشی صرف می کند تا اینکه سیمایی خود را نگاه دارد.